موج تحریک مسلمانان علیه مسلمانان از طریق انتشار انبوه اطلاعات گمراه کننده در رسانه ها به ویژه در شبکه های اجتماعی که مملو از اطلاعاتی است که شامل تحریک علیه مسلمانان می شود در هند افزایش یافته است همکارم فاطمه موسوی گزارش می دهد خبرگزاری فرانسه با انتشار گزارشی اعلام کرد برخی مسلمانان در شبکه های اجتماعی هند نمونه های انتشار اطلاعات نادرست درباره مسلمانان این کشور را فاش می کنند. در این گزارش آمده چهره تحصیل گذار هندو نیز در شبکه های اجتماعی با انتشار داده های جمعیت شناختی نادرست توانستن مخاطبان زیادی را به خود جلب کنند تا مدعی شوند هند در حال اصلاح برای تبدیل شدن به کشوری مسلمان است. برای آنها اعلام هند به عنوان پرجمعیت ترین کشور جهان در ماه گذشته دلیلی برای جشن نبود بلکه فراخانی برای این اقدام بود این فعالان هندو در صفحات فیسبوک خود می نویسند به همه مشتریان هندوی خود می گوییم که باید فرزندان بیشتری برای مقابله با مسلمانان داشته باشند در غیر این صورت مسلمانان به یک تهدید تبدیل خواهند شد و مذهب هندو را از هند خواهند زدود این هندوهای افراطی اغلب در صفحات خود پست های ضد اسلامی را به اشتراک می گذارند. در ماه آوریل گذشته نشریه ای درباره توطئه مسلمانان برای دو برابر کردن جمعیت خود برای تسلط بر هند هشدار داد هند یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر جمعیت دارد که دویست و ده میلیون نفر آنها مسلمان هستند اما نرخ زاد و ولد برای همه مردم این کشور فارغ از مذهب آنها در دهه های اخیر و در ارتباط با روندهای جهانی کاهش یافته است بر اساس آخرین نظرسنجی ملی سلامت خانواده در کشور نرخ باروری در هند به دو فرزند برای هر زن رسیده و بر اساس آنچه خبرگزاری فرانسه میگوید، این نرخ برای زنان مسلمان دو ممیز سه دهم ده درصد فرزند بوده که برخلاف ادعای هندوهای افراطی در زمینه چند برابر بودن این نرخ برای مسلمانان است. پیش بینی های منتشر شده در همان سال توسط مرکز تحقیقاتی پیو نشان می دهد که تعداد مسلمانان هند تا سال 2050 به 311 میلیون نفر خواهد رسید. بر اساس پیش بینی های این مرکز با وجود افزایش تعداد مسلمانان در این کشور که جمعیتی بالغ بر 1 میلیارد و 700 میلیون نفر در افاظت قرن خواهد داشت، در اقلیت باقی خواهند ماند. با این حال این آمارها و برآوردها مانع از انتشار گسترده اطلاعات نادرست علیه مسلمانان در هند از طریق فیسبوک، واتساپ و دیگر شبکه های اجتماعی نشده است. اطلاعاتی که بر مبنای آنها ادعا می شود هند در مسیر تبدیل شدن به کشوری با اکثریت مسلمان است. نشریه یاد شده در یک اظهار نظر کنایه آمیز با استقبال از پیشی گرفتن هند از چین از نظر جمعیت از مسلمانان به دلیل به دنیا آوردن پنج تا ده فرزند در هر خانواده تشکر کرد. فاطمه سادات موسوی اخبار شیعه